سلام، من حمید تمجیدی هستم، کارگردان فیلم از ایران. در حال حاضر در کانادا کار و زندگی میکنم. ایده فیلم شب بی پایان در واقع از روزی اومد که من داشتم توی خیابان خلوتی راه میرفتم، قدم میزدم، جلوی من یک خانواده داشتن میرفتن. یک زن بود که دسته یه بچه کوچیکی رو گرفته بود، یه بچه بغلش بود و به نظر میرسید حامل است، و مردی که ظاهرا شوهرش بود داشته پشت این میرفت و با صدای بلند داشت به این فحاشی میکرد و تحقیرش میکرد. حالا دلیلش رو من نمیدونم چیه، ولی این اتفاق باعث شده بود که زن به شدت خجالت بکشه و آروم داشت گریه میکرد و سعی میکرد فقط هرچه سریعتر خودشو از این شرایط در واقع دور کنه. توی چنین موقعیتی توی ایران که بهش میگم مسائل خانوادگی نمیشه دخالت کرد، و حتی من فکر کردم که دخالت من شاید باعث بشه که این زن موقعیت بدتری پیدا کنه. اینه که تو اولین فرعی که تونستم پیچیدم و از اون محلک خودم رو دور کردم. ولی این مسئله تصاویری که دیده بودم منو ول نمی‌کرد و واقعا باعث آزارم شده بود. چند وقت بعد این به طور خودجوش اومد توی مغزم که اینو به صورت یک فیلم در بیارم، برایش داستان درست کنم، و این با برین‌استورمی که با خانم بختیار کردم منتج به این شد که فیلمنامه فیلم شب بی پایان نوشته شد. در واقع یک فیلم خیلی سر و ساده، داستانش کلن توی یه شب اتفاق میفته و در یک لوکیشن، و دوربین به هیچ عنوان قرار نیست از این لوکیشن بره بیرون، چون این یه حریم خانواده است و باید هر چیزی که اتفاقی که افتاده در واقع داخل این خونه تموم بشه، به بیرون درز نکنه. برای تهیه این فیلم من از یک گروه خیلی جمع جور در واقع دعوت کردم برای کار. فیلم کلن 12 شب فیلم برداری شد، از شب تا صبح، و خیلی خوب پیش رفت، خیلی گروه صمیمی کار کردن و واقعا این فقط با یه همکاری منسجم امکان داشت که این فیلم ساخته شد. بنا به دلایلی من برای این فیلم از مقامات ارشاد تقاضای مجوز نکردم و همین باعث شد که این فیلم در اکران عمومی به مشکل بخوره و هیچ وقت در ایران نمایش داده نشد. حدود 1-2 سال پیش، درست قبل از کرونا، من سفری به ایران داشتم و تصادفاً یک کپی 35 میلیمتری از این فیلم پیدا کردم. خب زمان خیلی روش تاثیر گذاشته بود، اینو ما تبدیل به دیجیتال کردیم و یه مقداری سعی کردم مشکلاتی که برای این کپی به وجود اومده بود و رفع کنم، و حاصلش این چیزی شد که امروز به دست مخاطبین رسیده. خب من خودم یکی از سرسخت‌ترین مخالفای این دیجیتال بودم، و چون همیشه من فیلم کار کرده بودم و اصلا اون تکسچر فیلمو من عاشقشم، هنوزم دلم براش تنگ میشه. منتها یک روزی دیگه به این نتیجه رسیدم، گفتم که باید قبول کرد، به هر حال دیجیتال یک پدیده، یک تحولیه توی دنیا و علل خصوص دنیای سینما. من فکر میکنم که به هر حال این جای خودشو که تاکنون باز کرده و در آینده شاید خیلی پیشرفت بکنه و خیلی خیلی به کمک سینما بیاد. با این اتفاقی هم که توی 1-2 ساله افتاد و در واقع همه به نوعی حبس شدن توی خونه ها، شاید همین دیجیتال بود که تونست یه مقداری نجات بده صنعت سینما رو، این پلتفرمایی که ایجاد شده برای نمایش فیلم، فستیوالایی که آنلاین شدن. خب خوبیش این بود که فستیوالا تعطیل نشدن، ولی از اون حالتی که رد کارپت داشت و به هر حال ازدحام میشد،
نمیشد این اتفاق بیفته و این تنها صورتش به صورت همین پخش آنلاین فستیوال ها بودش. بابک شایانی کرده تا اینجا این فضای مجازی به سینما. من البته امیدوارم که هر چی زودتر این شرایط به خوبی و خوشی تموم بشه و دوباره همه مردم برگردن به سالن‌های سینما و بتونیم با همدیگه دوباره فیلم‌ها رو در کنار هم تماشا کنیم. یه حس و حال دیگه ای داره، من اونو بیشتر ترجیح میدم. پیشبینی آینده واقعا کار مشکلیه، یعنی واقعا هیچ کس نمیتونه از آینده خبر بده، ولی من نظرم اینه که حداقل برای یه مدتی سالن‌های سینما محدود میشه، فیلم‌ها کوچ میکنن میرن روی پلتفرمایی که همین الان هم خیلی طرفدار داره، حالا من اسم نمیخوام ببرم که یه وقت تبلیغ نشه، و سالن‌ها خلوت میشه، دوچار ورشکستگی میشه و نوع جدید فیلمسازی، یعنی فیلمسازی فقط برای پرده های کوچک، برای دیوایس هایی که مردم در اختیارشونه انجام میگیره و یه مدتی از بین خواهد رفتش این عادت رفتن به سینما. ولی که مثل خیلی چیزای دیگه ای که قبلا منسوخ شده بود و دوباره مردم بهش رجوع کردن، فکر میکنم بعد از یه مدتی دوباره مردم دلشون تنگ بشه برای طعم اون که با هم دیگه بشینن فیلم ببینن، برن سینما و اوقات خوششون رو اینجوری برگزار کنن و این اتفاق دوباره میفته که سالن‌های سینما باز بشن و احتمالاً تکنولوژی به کمکشون میاد و این بار با یک شکل جدیدتر و جذابتر این اتفاق خواهد افتاد.